در وضعیت که 300 هزار رای از سوی برخی از دسته های انتخاباتی مشکوک خوانده می شود و بحث 2423 محل بدون اطلاعات بایومتریک هنوز هم حل نشده است، کمیسیون انتخابات تاکید بر ادامه روند بازشماری آرا دارد. شماری از دسته های انتخاباتی اما امروز در 14 ولایت مانع بازشماری آرا شدند. این همه در شرایطی است که فقط یک روز تا 23 عقرب زمان تعیین شده برای اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده. این وضعیت به کجا خواهد انجامید؟ سلام به برنامه انتخابات 98، خوش آمدید. در این برنامه در دو بخش روی همین پرسش ها بحث خواهیم کرد. در بخش اول آقای محمد حنیف دانشیار، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با ما هستند. بسیار خوش آمدید آقای دانشیار، سلام به شما. شما چرا در فیصله نامه 105 امضا کردید؟ تشکر. به اساس قانون، لوایح و طرز عملی که خود ما تصویب کردیم، کدام ماده قانون مکلف هستیم؟ ببینید، ما در حکم فقره 2 ماده 19 تعدیل قانون کل مسائل صراحت داره و در اینجا معمو محتوای از این ماده را میگم، گفتن که در صورتی که محل مشکوک به نظر برسه و شواهد بر تقلب وجود داشته باشه، ما مکلف هستیم به تفتیش و بازشماری. در 2423 محل شواهد مشهود عدم مواصلت معلومات بایومتریک است و در لوایح ما هم صراحت دیگه ای دارم. شما که شما متن ماده 19 بند 2 دارید؟ بله. ببینین شما، ماده 9 در اینجا گفتن که در صورت مشکوک بودن نتایج، علایم مشهود بر مبنی بر تقلب، تغییر در ارقام نتایج، اینا مواردی هستند که ما میتونیم بگوییم که عدم مواصلت از معلومات بایومتریک خودش یک علایم مشهود است بر تقلب. ماده 19 بند 2 اصل را به بایومتریک قرار میده. اساس عالم بایومتریک است. میخوایم امیر وضاحت بدیم، چون مردم افغانستان بسیار از این ناحیه متاسفانه به تشویش است و ما هم نشد که زودتر ما معلومات بدیم. ببین، ما 2423 محل داریم که از این معلومات بایومتریک مواصلت نورسیده. بناهن ما باید در مورد از این تصمیم بگیریم. ما فیصله کردیم که بر مبنای قانون که ما باید تفتیش و بازشماری کنیم محلات. دو کار صورت میگیره، یکی تفتیش میشه، درست، و یکی هم بازشماری. تفتیشی که ما محلاتی که تفتیش میشه، زمانی که ما مراجعه میکنیم به صندوق، داخل صندوق باید همه جانبه چک شود. اونجا ما چک لیست داریم، مثل که آیا لیست رای دهندگان هست، ورق رای دهی هم ورق رای دهی که ما چاپ کردیم هم هست و در پشت ورق رای دهی کیار کودی که از پرینتر بایومتریک پرینت شده، این کیار کود هست یا نه. اگر این کیار کود نبود، تمام دیگه ابعاد از این مطابق چک لیست ما بود، این بازشماری نمیشه. اینمی گزارش با و دیگه موارد دیگی که ممکنه حال ما پیش از پیش نتانیم او را حدس بزنیم، بله. این گزارش باید همه جانبه به اثر میشه. بس تخنیکی شده میره، صحت کیو آر کودی که در پشت همون رای داخل صندوق باشه، امیر، شما در صورتی که اطلاعات بایومتریک نداشته باشین چگونه مشخص میکنه؟ خب بس بسیار تخنیکی شد. اول در این فیصله ما هیچ موضوعی را اینجا به صراحت نگفتیم که این باطل است یا اعتبار دارد. چرا نگفتیم که باطل است؟ در شرایطی که دیشب بخوای اخلاقی به نمایندگی از دسته انتخاباتی ثبات همگرایی گفت که بر اساس طرز عمل شما رأی که اطلاعات بایومتریک نداره باطل است. ما 2.7 میلیون یک آمار تخمینی را اعلان کرده بودیم، بعد آمد در حدود 1.8 میلیون و چند هزار فعلا آمار. ایره ما تا حال تصویب نکردیم، فیصله نکردیم، به شما و مردم افغانستان معلومات شریک کرده میریم. آیا در مورد ابطال حدودا 800 هزار رای کدام فیصله از ما دیدین شما؟ سیستم خود به خود از دایره محاسبه کشیده. بناهن اجازه بتین به عنوان مسئولین کمیسیون که قانون ما رو مکلف ساخته، از کابل در مورد یک محل آخرین نقطه نمروز ما تصمیم نگیرم.
چرا که 10 سال بعد هم من به حیث کمیشنر پاسخگو هستم. باید بررسی شوه، معلومات به من برسه سر میز من، به اساس از اون تصمیم بگیرم و این معلومات آرشیف شوه بله. تا 10 سال بعد هم ما به اساس آرشیفی که دارم، تحلیلی که بر مبنای از گزارش است، ما به مردم افغانستان و به قانون پاسخگو باشیم. بر اساس ماده 19 تمام مراحل انتخاباتی باید بر اساس بایومتریک به پیش بره. میره همه مردم میدانن. ولی قانون میگه. قانون میگه. ولی فیصله که شما کردن در مورد آرای 2423 محل در همین جا واضح خودتان هم میدانین، در همین جا ذکرم شده که هیچ اطلاعات بایومتریک وجود نداره. پس چرا شما رفتین سراغ جای را گرفتین که خب اطلاعاتش نیست؟ چی میخواین بکنین با میارا؟ خب ما سراغ این جای را گرفتیم به معنای کدام موارد دیگه را، خب ما مثلا نادیده نگرفتیم موارد قانونی دیگه را. این هم بر خب کلانترین بحثی نمیست که قانون میگه اصل آرای بایومتریک. اصلا من میخواهم خدمت بلد. شما به خاطر اطمینان مردم بگویم که فیصله ای که نباید هیچ حساسیت میداشت در مقطع زمانی فعلی اینمی فیصله ای ماست. چرا؟ ما اگر با روحیه ابطال هم میریم، یک رأی یک هموطن ما را که ما باطل میکنیم یا یک کاغذی که به نام رأی انداخته شده و همو ویژگی های رأی را که ما تعریف کردیم نداریم، ما باید عملا ما را مکلف ساخته. مثلا لایحه را که ما تصویب کردیم به اساس قانون، در این لایحه گفتیم که در صندوقی که ورق رای دهی کیارکود نداشته باشه باطل است. مناش چی است؟ در صندوقی که ما رو مکلف ساخته به صندوق مراجعه کنیم. QR کد داشت. ولی صحت همون رای را که این آلمه رسیم داری. اگر اجازه بدیم ما دو بود داره. یکی تفتیش میکنیم. تفتیش کنیم، ما نیاز به باشماری نداریم که ما فرم یا رزلشیت ریکاونت یا باشماری را بندازیم و انتقال بکنه به مرکز. به می حد کفایت میکنه و گزارش از این میاد به مرکز. تمام ابعاد از این چک میشه، حداقل ما برای ما مشخص میشه که مسئولین را که ما بعداً معرفی میکنیم به کمیسیون شکایات، ابعاد از این بررسی میشه و از ابعاد شکای دانشیار. موضوع دوم من خدا نمیگیرم، رای کیور کد داره ولی شما اطلاعات بایومتریک شما نداره، چطور میدونین؟ موضوع بسیار تکنیکی است. من بخش اولش گفتم، بخش دوم به جواب شما میفردازم. بخش دوم این است، اگر فرض بر این که در یک صندوق ما هیئت ما این صندوق بررسی کرد، تمام ابعاد از این مطابق با چک لیست ما بود، یعنی لیست رای دهندگان از خود ما بود، ورق رای دهی از خود ما بود، کدام علائم تقلب دیگه وجود نداشت، در ضمن کیارکوت هم کیارکوت پرینت شده از پرینتر دیوایس های ما بود، باز این ریکاونت اعتبار میده. اجازه بدید این ریکاونت فرم ریکاونت انداخته میشه، گزارش از این با تمام ابعادش میای سر میز ما. باز یک تعدادی از بعضی موارد تکنیکی دیگه هم هست که ایره شاید این میز خیلی مناسب نباشه که ما به ابعاد تکنیکی بپردازم. یک موردش میپردازم، حدودا 90 محل را ما داریم که تنها آمار رای دهندگانش انتقال پیدا کرده به سرور. 94 است یا 95 محل است دقیق گفته نمیتونم. آمار رای دهندگانش به سرور انتقال پیدا کرده، اما معلومات بایومتریکی زور ما نداریم. احتمال از این است که این 94 دیوایس که معلومات بایومتریکی فقط رقمش انتقال پیدا کرده، اما معلومات بایومتریکیش نداره. ممکنه که تازه سر بخوره. این سیستم است، کدای مشخص داریم، کد با کد مقایسه میشه. تمام محلات ما 29000 محل را که ما شامل پلان ساخته بودیم، 29000 ما قضیه است که میگه معلومات بایومتریک نیست. حالا اینم ما یک بار نداریم، رقمش انتقال پیدا کرده نه اطلاعات بایومتریک. شما گفتید وقتی اطلاعات بایومتریک ندارن، بر اساس چی؟ بر اساس کدام ماده قانون، کدام ماده طرز عمل خودتان میاین اعتبار میدین؟ یک رأی را که اطلاعات بایومتریک نداره همین مردم میخوان بفهمن. اعتبار ندادیم مطال را. شما اجازه بدین کمی گزارش بیایه، ما همه ابعاد از این را بسنجیم. این ما تحلیل حقوقی که این مسائل قانونیش که شما مطرح میکنید، تحلیل تکنیکی، تحلیل عملیاتی میکنیم، خود ما خود آگاه میسازیم، کاملا آگاهانه تصمیم میگیریم، او زمان با شما و مردم افغانستان شریک میکنیم و دفاع میکنیم. تا حالا شما اعتبار ندادید. وقتی شما میاین در دو بخش اورا رو مشخص میکنن، یک بخش برگه نتایج داره، اطلاعات بایومتریک نداره، بخش دوم برگه نتایج هم نداره.
و اطلاعات بایومتریک هم نداره. بله. بسیار واضح است در فیصله نامه شما. بله. و میاین میخواین بگین که میریم بررسی میکنیم، تفتیش میکنیم، بازشماری میکنیم و اگر قابلیتی را داشت که اعتبار داده شود اعتبار میدیم. امی ما را قناعت نمیده. بیشتر من از شما پرسیدم. خب من قناعت ندارم چون در خلای معلوماتی هستم. من میخوایم امی معلومات تکمیل کنم. ببین من فعلا چه شما چه من به حیث کمیشنر و چه کارمندای تکنیکی ما در مرکز کمیسیون انتخابات است هیچ کدام ما فعلا قضاوت کرده نمیدونم. شما و مردم افغانستان، من امیدوار هستم که بحث مردم افغانستان به دقت بشنوه. من به حیث کمیشنر کمیسیون انتخابات و یا همکاران ما بسیار این فیصله را بسیار احساس میکنیم آنفهم است. ما باید بریم به صندوق هیئت فرستادیم به اساس لوایح، به اساس طرز العمل ها و اساس قانون باید بریم بررسی کنیم، نتایج بررسی پس بیاید به میز ما، این دوباره ما تحلیل کنیم. او زمان است که ممکنه کل از اینا را ما باطل تلاش کنیم. تلاش ممکن است شما رو بگن مشکوک است. شما چرا میرین 2423 محل را بازشماری میکنن، تفتیش میکنن که اطلاعات بایومتریک نداره؟ همین پاسخ ما نمیگیریم. خب دیگه محلات ما کسای دیگه داره، اطلاعات بایومتریک شده داریم، تفاوتهای آمار بایومتریک بله هم اطلاعات داریم در رابطه با 2423 نداره. اما همین 2423 شامل پلان ما بوده، بازگزارش شده، به ما بازگزارش شده و ما مکلف میدانیم خودا که بریم بررسی کنیم. حداقل هیئت بره تمام ابعاد از این بررسی کنه، گزارش بیه سر میز ما تحلیل شود، بعد هر تصمیمی را که ما میگیریم بر مبنای یک که او بیس قانونی و حقوقی داشته باشه. یعنی یک گزارش میه، ما او گزارش کاملا مطالعه میکنیم، تحلیل میکنیم، باز از سر ازی تصمیم میگیریم. آقای دانشوار سایر ابعادش هم میمانیم کنار، شما میرین بررسی میکنین. بله. امیر بر ما واضح بسازین در شرایطی که شما معلومات بایومتریک ندارن. بله. چطور مشخص میکنین که امیر رای که کیار کد داره امیر صحت است یا نیست؟ اینو فعلا گفته نمیتونم. اگر شما بررسی رو شروع کردین، ببینین اگر ما ایره می... اگر ما به حیث کمیسیون ایره متیقن می بودیم که ورقی که کیار کد داره قطعا او باید قابل اعتبار باشه، ما پیش از پیش فیصله میکردیم که ورق رایدهی که قابل در پشتش کیار کد باشه این در فرم نتایج انداخته شود و طی مراحل گردد. حال ما و همکاران ما متیقن نبودیم. شما اجازه بدین که اینمی گزارش به ما برسه و دوباره ابعاد تکنیکی خود هم داره. آقای دانشور گزارش چی برسه؟ خب هیئت فرستادن بررسی کرد. بله. که همه آرا در همین 2423 محل یک تعدادش تفتیش شد دارم. مثلا یک تعدادش تفتیش و بازشماری شد، فرم ریکاونت انداخته شد به سر میز ما. درست. حالا میخوایم منظور شما بشه، بیاین بر شما بگین که همی کل آرا کیار کد داره. ولی شما چگونه مشخص میکنین که همی کیار کد صحت است نیست؟ اطلاعات بایومتریکش ندارن. و اطلاعات بایومتریک ازیره که ما نداریم توسط از کیار کد ریدر واقعا چی نمیشه تشخیص نمیشه، چون کیار کد ریدر که ما استفاده میکنیم این باید معلومات بایومتریکی داشته باشه، به او اساس است که تشخیص میکنیم. دقیق، ما امیر میخوام بپرسیم. خب ببینین شما فرض کنین که ما با روحیه ابطال 2423 محل رفتیم، ما مکلف هستیم که اینا را بررسی کنیم، معلومات باید به دسترس ما قبول داریم. مردم هم فردا با شما پرسان میکنن شما چرا ایره باطل کردین دیگه چی واقعیتای اونجا بررسی کنیم. ولی مبنای بررسیتون چی است؟ چرا مبنای بررسی ما قانون لوایح ما بس و حصول اطمینان ما و حس مسئولیت پذیری ما. بلاز تکنیکی بگوین مبنای بررسیتون بلاز تکنیکی چی است؟ شما نمیدونین که همین کیور کدی که در پشت همین رای است مربوط کدام شخص میشه؟ اطلاعاتش کجاست؟ آیا واقعا همون فرد رای داده نداده یا فقط یک کیور کد پرنت شده؟ یک بخش دیگه ای هست که رو بارها در میز ما با شما مطرح کردیم، 5595 استیکارت ما گم است و در حدود 186 دیوایس با استکاردش. بله. درست است؟ در این گزارش های را ما داریم، مثلا در بعضی ولسوالی ها و یا در بعضی مراکز ما گزارش های بسیار موثق آمده که مثلا زورگوی ها آمدن به نحوی استکارد کشیدن یا در مقابل یک تکت که ریزو مثلا چی شوه و یا به هر قسم دیگه شد. هر کاری که شده. بله. او بس به کنار، من میخوایم مشخص روی این فیصل نامه صحبت بکنیم. مبنای بررسیتان بلاز تخنیکی. بله. مبنای بررسیتان بلاز تخنیکی باید بانک اطلاعاتی باشه. بله. که شما اطلاعات بایومتریک داشته باشه. بله. در خصوص 2423 محل شما ندارن. بله. اما میرین بررسی میکنین. چی رو بررسی میکنین؟
خب ما عرض من اینجاست، میخوایم بگویم که این کار کمیسیونی است، ما باید ایر فیصله کنیم، اما نظر منظورتان از کمیسیونی است که یعنی این فیصله رو امضا کردن اما بعد شما میتونید نکنین. ما آگاهانه امضا کردیم، از امضای خود دفاع میکنم و همیشه ولی شما امروز ما را قناعت نمیتین. ما شما را به خاطر از این قناعت ممکنه شما نکنین که این مسائل بسیار تکنیکی است و اجازه بدین که من میرخه شروع کنم که بفرمایید با زبان ما با زبان مردم عرض ما است که اصلا شما ببینین این شرایط مختلف، یک شرط نیست که مثلا شما در نظر بگیرین که معلومات بایومتریکی نیست، درست است؟ چی است پس؟ حالا تقصیر ما امانتدار مردم هستیم، شمایی که آمدین در یک گوشه از افغانستان در حالت فعلی افغانستان آمدین رای دادین، شما میدونین اجازه 2400 مردم ما رای دادن، بگذارین که ما میره ثابت کنیم دیگه، بگذارین که ما ثابت کنیم، ما حالا اگه ثابت نکردم خب، اگه ثابت نکردم فیصله میکردم، امیال ما بر شما میگم. ببینید شما زمانی که میایین رای میتین تمام مراحل رایدهی را به اساس طرز عمل ما و متعریف رای را که ما داریم انجام میتین، دیوایس از زیر یک کسی میگیره و یا استیکارت از این به یک نحوی از بین میره، درست است؟ تنها معلومات بایومتریکی از این نیست، اما تمام شرایط دیگه را ما بر تعریف رای داریم. اجازه میتین که سر از این حداقل یک مکس کنیم یا نه؟ ما شما تال خرم ما اعتبار ندادیم، حداقل در برابر خودت بایس یک رای دهنده که اومدی شما مکس کنین، ولی مبنای تکنیکی برای این مکس تون باید وجود داشته باشه. اما اجازه بدین فرض ناحق نیست، اصلا حق است. اگر حق است شما با ما تشریح بکنید ما چیست. ما چیزی که فیصله میکنیم، فیصله یک زمان است که شما در یک مسندی هستین که بیرون از قضیه، ما به حیث کسی هستم که امضای ما بسیار مسئولیت بزرگ داره، یعنی اگر این بودش ما فکر میکنیم بود دیگیش که رای دهندگان است و در شرایط افغانستان آمده رای داده اما استیکارتش گم شده یا دیوایس را کسی گرفته در داده یا هر قسمی که شده، ما در برابر از اون خود مسئول میدانیم، ایره بررسی کنیم و در لوایح و طرز العمل های ما تمام مسائل با جزئیاتی که اتفاق میفته صراحت نداره. خودتون شما در موارد اجازه بدید باز میرسیم به اون نقطه اول. ببین در مواردی که طرز العمل گنگ است ما صلاحیت داریم که حسب احوال تصمیم بگیریم، این قانون به ما صلاحیت داره و از هر تصمیم خود ما مسئولیت داریم و دفاع میکنیم و هر زمانی هم تصمیم ما برمیگرده به خود ما. یک زمان از شما مسئولیت دارین، چرا هفته ها هست که روی چند موارد است که ما تصمیم گرفته نتونستیم؟ دلیلش این است که ما احساس مسئولیت میکنیم با تمام پیچیدگی های تکنیکی که داره، ما میخواهیم که خود کاملا بفهمانیم و آگاهانه تصمیم بگیریم. خب من نمیدونم آقای دانشوار من چند بار دیگه این پرسش را تکرار بکنم در شرایطی که امروز هم شما تاکید کردین، بله رئیس کمیسیون تاکید کرد که اصل بایومتریک است، تاکید کرد آرای بایومتریک. بله. از جانب دیگه شما میگین که خب آرای که اطلاعات بایومتریک نداره فقط اون معیار نیست، گپای دیگه هم وجود داره، بگذارین بررسی کنیم. همین ما را قناعت نمیده، اصل بایومتریک است، پس باید اطلاعات بایومتریک وجود داشته باشه. اطلاعات بله. وجود نداره در رابطه با 2423. اطلاعات بایومتریک وجود نداره که دلیل تفتیش و بازشماری تعدادی از این محلات عدم موجودیت اطلاعات بایومتریک. دقیق. تفتیش بله. و بررسی چطور میکنیم تفتیش؟ هیچ علائم دیگه تقلب وجود نداشته باشه، تمام شرایط دیگه خب اصل بایومتریک است. ببین ما لیست رای دهندگان داریم، ما ورق اصلی داریم، ما گزارشا داریم، ما کتاب ژورنال. اگر بس لیست رای دهندگان می بود چرا در ملوک آوردن؟ چرا بایومتریک را معیار قرار دادن؟ خب ببینین امیال معیار بایومتریک است. خب شما الان میگین اما اطلاعات بایومتریک شما رای دهنده به اساس عوامل دیگی از بین رفته، حق تو چی میشه؟ خودت حق آمدی رای دادی، واجد شرایط بودی، در لیست رای دهندگان بودی. بس جدا اصول شما باید کارمند خود اگر متقلب بوده به نادر علی و قضای معرفی کنن. او بس جدا است. این بودش هم که در نظر میگیرین، بودی دیگه هم در نظر بگیرین. منه که در مسند آمدیم که باید اینجا قضاوت کنم، اجازه بدین که هر دو بود از ما در نظر بگیریم مسئولانه. بناهن با در نظر داشت هر دو بود از اینا ما خواستیم بررسی کنیم و تمام جزئیات از این بررسی بیای سر میز ما و سر از تصمیم بگیریم. شما و مردم افغانستان هم قناعت بدین هم در جریان قرار. چیز را که ما دانستیم در بررسیتان اطلاعات بایومتریک معیار نیست. اطلاعات بایومتریک وجود نداره. خب که نداره وجود نداره معیارم نیست. خب ما بررسی میکنیم
یک بودش که تفتیش است و شما ما بسیار توضیح دادم که هیچ فرم ریکاونت نمیندازیم، ابعاد دیگه زو مد نظر است که او هم لازم است که او را ما تفتیش کنیم. شما میدانین هیچ کسی جز شما، اما صندوقایی که اینا دیگه هیچ عوامل تقلب وجود نداره، کیار کد داره، در ضمن این محل با کیار کد داره، شما تشخیص داده نمیتونن که کیار کد صحت است نیست. اجازه بدین که ما بعدن ما به شما میگیم که با جزئیات تحقیق ما مطمئن نیستیم، خودتونم بدانین بررسی حالا ما تصمیم نگرفتیم نه حال تا حال تصمیم نگرفتیم. ما روزها سر یک جزی از طرز العمل از صبح تا شام بحث کردیم. این میز ممکنه ما خودتم به نتیجه نرسیم و واقعا موضوعات تکنیکی است و حقوقی انتخابات است. عرض ما چی است؟ فقط امیر میخوایم بگیم مردم افغانستان بفهمند محلاتی که با شماری و تفتیش میشه و دو صندوق اصلا هیچ نوع علائم تقلب وجود نداره بر اساس شرایط های وضع شده ما یا چک لیست ما که بر اساس فهرست رایدندگان اعتبار میشه. عرض ما چی است؟ اما تمام ابعاد از او را در نظر میگیریم که هیچ علائم تقلب وجود نداره، کیار کد داره، ما فرم ریکاونت مندازیم با یکی از دیوایس های گم شده یا اس دی کارت های گم شده. ای چون دیوایس های گم شده پیش ما مشخص است مربوط کدام محل است، با او مقایسه قابل مقایسه است، یعنی مطابقت داره. در ضمن مورد را که پیشتر ما خدمت شما گفتم که یک تعدادی از اینا آمار رایدندگان آمده اما معلومات بایومتریکش نامده، اینی تو موارد احتمال بسیار زیاد است که ما خود قناعت بتیم و این را تصمیم و اون 94 هم خود شما گفتن که اما تا حال را این اعتبار ندادیم. ببینین موضوع کمیسیونیست، من فقط بحثای تکنیکیش خدمت شما دارم. ممکنه ما امیرم اعتبار نتیم، ممکن اعتبار بتیم، فقط ما خواستم که نگرانی شما و مردم افغانستان برطرف بشه. بسیار کوتاه خود دانشوار پروسه ما این رقم طی مراحل بشه و دنبال این تو یک در طرز العمل بازشماری شما در بخش ابطال آرا مشخص چی میگه در رابطه؟ خب در بخش ابطال آرا چند موضوع بسیار بسیار است. در صندوق مورد سومش چی است بینمون؟ چهار مورد است، مثلا کیار کد نصب نباشه، مثلا لیست رایدهندگان و لیست رایدهندگان باشه که ما چه کردیم، و یک مورد دیگهش دقیق نمیاد. مورد سومی است که اطلاعات بایومتریک نباشه. دقیق این طرز العمل ببینین. خب حالا شما میگین ممکن است اعتبار بتیم، ممکن است اعتبار نتیم. دال یک طرز العملتون میگه که در صورتی که اطلاعات بایومتریک نیست اتوماتیک خودکار به اطلاعات بایومتریک از اطلاعات بایومتریک از این گزارش به ما رسیده، دیگه از تمام جزئیات دیگهش که به ما رسیده هیچ علائم تقلب وجود نداره. گزارش هایی که به ما رسیده انتخابات نرمال بودن، مردم اما اطلاعات بایومتریک شن نداره، مردم آمده رای داده، اطلاعات بایومتریک نداریم و او هم گزارش شده که یک زورمند آمده دیوایس ما را به زور گرفت. خب در طرز العمل در شرایطی که خود دانشجو حق شما رای دهنده که آمده جداست. حق بس در طرز العمل شما میگه که اطلاعات بایومتریک نباشه آرا باطل میشه، ولی شما میگید ممکن است در طرز العمل ما ببینید در طرز العمل ما این مورد هم نیست، متاسفانه صراحت نداره و ممکن هم نبود که اگر اطلاعات بایومتریک بوده در داخل دیوایس یک زورمند گرفته بعد از ما چی کنیم؟ این اینج قانون به ما صلاحیت متوجه هستی؟ این یک تفسیر شخصی است، ولی کلیت مسئله همین است که اطلاعات بایومتریک نیست، وجود نداره. اینمی مورد را که من عرض کردم که به من اثبات شد تصمیم میگیرم اعتبار میتونم. ببین در زمانی که به من اثبات شد تصمیم میگیرم این انتخابات که تا همین اثبات شوه که حالا شما میدونید اطلاعات بایومتریک نداره. بله در طرز العمل هم میگه که اگر اطلاعات بایومتریک نبود آرا باطل است. بله. میرین بررسی میکنین، اولی که وقت خود شما امضای میشه به میکار و دوم میگین احتمال داره اعتبار بتیم اگر نه مقبولیت داره هیچ کسی نمیپذیره. بر روحی اعتبار دادن هم اگر نباشم ما میریم بررسی خودم میکنیم، این گزارش باید بیاید، اینجا منابع مصرف شده، کارمند استخدام شده، اینجا ما یک تعداد ممکنه به کمیسیون شکایات معرفی کنیم و در ضمن این تحلیل شوه، آرشیف شوه که 2423 محل ما که باز گزارش شده تشکر. چی بوده، چه ابعادی را داشته. این کاملا از لحاظ روحی کاری ما این الزامی هست، چی اعتبار بتیم چی برای اعتبار و مثلا اما اعتبار دادن میتونن یا نمیتونن خلاف طرز العمل است. اینو بگذارین که همین گزارش به ما برسه، ما اینو تحلیل کنیم، بعد ما هستم خدمت شما دانیم. آقای نبیل یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری دیروز گفت که بالای دو نفر فشار آوردن که ده همی فیصله نامه امضا کنن، سه نفر دیگه خودشان بخواست خود امضا کردن. نمی دو نفر شما هستین؟ فشار اصلا من نمیفهم که این اصطلاح چرا استفاده شد، چرا فشار به وجود بیاد. ببین ما به حیث یک عضو کمیسیون انتخابات هر امضایی را که میکنم خودم
تحلیل میکنم به این نتیجه میرسم که ای امضا کنم بردش یا امضا کنم به تاییدش. فشار و حتی در کل جلسات کمیسیون علاوه از اینکه کارشناسای بین المللی است، دو تا کمیشنر بین المللی است، کارمندای تکنیکی ما هست همیشه در جلسات، و میتونین از شرکای انتخاباتی ما پرسان کنین که هیچ چیز در مجالس کمیسیون پنهان نیست. کسی شما یا لحظه‌ای بیرون و چیزی ما نمیخوایم هم که مثلا شما یا مردم در جریان قرار بگیره. از کل جلسات ما میتونه مردم بده جریان تهدید نکرده کسی شما را 7 میلیون دلار هم پول توزیع نکردن مون آقای کاتیار. قطعا من امیدوار هستم که حداقل حتی همه فضای رسانه‌ای و فضای اجتماعی ما از همین صحبت‌ها اجتناب ورزن، به خاطر اینکه این تاثیر بسیار منفی داره. ما چرا اعتبار نداشته باشیم سر یک کار ملی ما؟ و تا حال را که ما پیش آمدیم سر کار خود اعتماد داریم، و شما هم در افغانستان میم سر 2423 محله که او را ما نه اعتبار دادیم، صرف بررسی از او را ما فیصله کردیم. این همه بحث میشه بررسی که مبنای بررسی بلازو تکنیکی مبنای نیست، مبنای قانونی داره. شما میتونین لوایح طرز العمل های ما را این خدمت شما میتونیم تمامش. ولی شما خودتان طرز العمل گفتین دیگه که بله. آرای که اطلاعات بایومتریک نداره باطل است. اطلاعات بایومتریک نداره باطل است، اما اگر اطلاعات بایومتریک داشته اما این یک زورمند آمده گرفته. ببینید اطلاعات بایومتریک در داخل دیوایس ثبت میشه و در داخل دیوایس یک استکارد است که این استکارد معلومات اما حالا نداره. اما این حالا نداره. اگر این به ما گزارش شده که اینمی کار صورت گرفته، هیچ علائم تقلب دیگه وجود نداره، این طرز العمل دیگه صراحت نداره که چی کنیم. این صلاحیت داده شده به اعضای کمیسیون انتخابات که میتونن بر حسب احوال تصمیم بگیرن. اعلام نتایج نخستین بازم به تعویق میفته؟ حداقل اعلام کرده نمیتونم، اما عواملی که بسیار واضح است شما در جریان هستین که متاسفانه کارا یک مقدار پس مانده. عواملش هم مشخص است. ما خیلی مطمئن نیستیم که بتونیم در 23 تاریخ اعلان کنیم نتایج. بسیار تشکر از شما آقای محمد حنیف دانشیار، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات. تشکر از شما. و ادامه برنامه پس از وقفه. به ادامه برنامه انتخابات 98 از سلو نیوز خوش آمدید. حالا آقای پاینده محمد حکمت عضو دسته انتخاباتی ثبات همگرایی و آقای محمد قاسم فردوسی عضو دسته انتخاباتی دولت ساز با ما هستند. مهمانان خوش آمدید. تشکر. آقای حکمت، آرای 2423 محل باید باطل شود آرای که در فیصلنامه 105 است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د تلو تلویزیون ټولو قدرمنو کدونکو ته وړاندې کوم. په ډېر تعصب سره چې موږ له داسې یو بحث نه بحث جوړو چې هغه اصلا قابل د دې نه وي چې بحث پرې وشي، یعنې د 2433 محلونو رای قانونا باطلې دي. تاسې د قانون احکام ګورئ، د قانون فیصلې ګورئ، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون طرز العملونه ګورئ، هر هغه شی، هر هغه مواد چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د لاسه ووځي، د اختیار ووځي، اوتومات باطل دي. یو شی چې په خپل اصل کې باطل دی ته یې څنګه شمارې؟ یو بل دا ده ته چې دا شمېرنه کوي د دغه باطل صندوق په کوم اساس یې کوي او د دې نتیجه به څه شي. بناً د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه زموږ هیله دا ده چې دوی د خلکو ذهنیتونه مغشوش نه کا هغه شی چې په داروان کې اصلا شته نه. کله چې دا په فزیکي لحاظ حذف شوی دی په اوتومات دا باطل ده او نه باید دوباره وشمیرین. خب عرفای خواهی دانشیار هم شنیدن در برنامه، اونا میگه که تمام معیارهای صحت آرا را ممکن است داشته باشه، کی آر کد هم هر رای در پشت خود پشت هم ورق رایدی داشته باشه و ممکن است بریم به سمت اعتبار دادن ای آرا. فقط مسئله ای نمیتونه باشه که اطلاعات بایومتریک نیست. دازل په انتخاباتو کې خوشبختانه چې رای تعریف لري، یعنی دا په دې معنی چې موږ هر کاغذ نشو تعریفولی چې دا رای ده. د رای د تعریف نه یو دا ده چې دا به د بایومتریک تصدیق لري، دا د صحت د رای لپاره شرط دی. ولې دغه رای چې 2433 صندوق محله دي هیڅ دا تصدیق نه لري، یعنی د دې هغه وسایل بایومتریکي ورک دي چې وخت کې چې ورک دي هغه شی چې ما او تاته رایه د رای صحت د رای وجود تثبیتوي هغه نشته. چې نشته نو دا په کوم معیار په کوم اساس ممکن است داشته باشن همین تصدیق بایومتریک، همین کیو آر کد را که از حرف میزنه ممکن است همین آرا داشته باشه، فقط اطلاعاتش منتقل نشده. این ممکن و نممکن دیجه نیسته. ایجا اصلا گپی قوانین است، گپی لوایح است، گپی طرز العمل است.
صراحتن د ټاکنو قانون حکم کوي چې هر هغه شی چې هر هغه رایه هر هغه پاڼه چې د بایومتریک تصدیق ونه لري باطل ده، یعنی قابل د شمیرش نه ده، قابل د اعتبار نه ده. د ټاکنو خپلواک کمیسون دا فرضي پریدي، یعنی دا خلک د ټاکنو د خپلواک کمیسون دی فرضيو ګنګس کړی دي. اگر امی اورا تصدیق بایومتریک داشته باشه، خب پس خلاف طرز عمل نمیشه. اگر شما میگین باید داشته باشه، یک شرط هم هست. ګوره دا چې د بیا د صحت لپاره معیار بایومتریک درست باید اطلاعات شمو وجود داشته، بالکل اطلاعات به التو هی دا غن ورسته به سر ورکول کی بیا به حکم کیږي چې دا سیده ده. د دې رای استنه غد صحت بودن مورد ګوم ده، کله چې د صحت د تایید مهرې ګوم ده نشته، بنان فیصله کیږي چې دا بیخي ورکی رای دی، یعنی دا باطل رای دی، هیڅ د رای د پجم کې موږ نشوښ. پس اعتبار دادن به یارا به هیڅ صورت به شما قابل پذیرش نیست. نه یوازې دا چې قابل پذیرش ندی، بلکې زموږ تاکید داده چې د ټاکنو خپلواک کمیسون په معما خیالاتو پرزیاتو باندې دغه د ټاکنو خپلواک کمیسون تر اوسه چې د کندی سره مخ کړی ده لدی و باسي، ځکه چې دا د دوی اعتبار ته هم صدمه رسوي، دغه پروسې اعتبار ته هم صدمه رسوي، او په دې کې د جالو تصویر د مداخلې لاسوهنه اضافه کیږي. یعنی ګویا کې د ټاکنو خپلواک کمیسون په شکل د اشکالو 2403 محلونه دغه باطل محلونه دغه روان ته داخلي او د صحت مهر به باندې لګي. بسیار تشکر آقای فردوسی. برای شما آرای 2423 محل اگر بررسی شوه و گفته شوه که اعتبار داره، اعتبار داده شوه، قابل پذیرش است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود به شما و همه بینندگان عزیز و خصوصا ملت شریف افغانستان. خدمت شما عرض کنم که ما از ابتدای امر، یعنی از شروع انتخابات، خصوصا بعد از شش میزان، از کمیسیون انتخابات، از قانون انتخابات، از طرز العملای کمیسیون انتخابات و از مقرراتشان حمایت کردیم و کمیسیون انتخابات من حیث یک نهاد ملی و مستقل عقیده ما است و معتقد هستیم که نهاد مستقل باشه و مستقل بمانه و در عمل کرد خودم اینا مستقل هستن. این وظیفه کمیسیون انتخابات است که به قانون و مقررات طرز عملای خود عمل بکنن و در مواردی چون قانون انتخابات نو است، خصوصا قانون جدید هست، طرز عملا هر روز تغییر میکنه، بایومتریک اولین بار است که در افغانستان تجربه میشه، ممکن بعض طرز عملایش مواردی که از نو حادثه میشه پیدا میشه، ممکن است که در اینجا بیان روشن نداشته باشه. مثال که آقای دانشیار شنیدیم گفتن 700 آله بایومتریک گم است، با زورمندا بردن و یا تخریب شدن و گزارش هایم که ناظرین تیم دولت ساز جمع‌آوری کردن در دتای معامیال موجود هست، از اکثر اینمی 700 آله بایومتریک ما رزلشید داریم. در اون مناطق انتخابات برگزار شده، محل باز بوده، اما توسط افراد زورمند، قلدور، بعضی آله های بایومتریکی دزدیده شده. اصلا دزدیده نشده، به زور، با زور تفنگ و اسلحه آمدن با خود چیپشان. چند تا نمونه بودین کی کار کرده؟ باز در روزش که بیایه ضرورت شوه ما شکایت کردیم. ما بیشترین شکایت در کمیسیون ما انجام داد، در شکایت های ما درج است، در شکایت های ما درج است. مردم آمدن رای دادن، استکر داشتن، تذکره داشتن، خود شخصا حاضرن آمدن، با تمام قبولی خطرات آمدن پای صندوق رای دادن. اما آله بایومتریکی مفقود شد. آله بایومتریکی بله. یک زورمند آمد بود. در شرایطی که اطلاعات بایومتریک وجود نداره، کسی هم مطمئن نیست که آیا یک فرد آمده رای داده یا نداده، فقط یک برگه رای دهی است، پشت سرش هم همون تصدیق بایومتریک یا کیو آر کد که نمیدونین ساعت است یا نیست. چطور اینقدر با اطمینان میگین فرد آمده رای داده، یا شما خودم مکلف بدانین که از حق رای از او دفاع بکنین؟ ما مکلف هستیم که این ارقام خوب بسیار رای بالا هست.
ما مکلف هستیم که حتی از یک رأی یک شهروند من دفاع بکنیم. از رأی دفاع میکنیم از یک رأیشون، از رأی پاکشون. خب از رأی دفاع میکنیم. از رأی با کاغذ داره. آره، همین 2423 درست، اطلاعات بایومتریک نداره. شما چی میدونید این رأی است یا نیست؟ او کار کمیسیون انتخابات است. او کار کمیسیون انتخابات است که کدام رأی را باطل اعلان میکنه، کدام رأی را معتبر میشماره. اگر کار اوناست. تصمیم ها خلاف قانون انتخابات باشه، خلاف طرز العمل های تصویب شده در کمیسیون باشه، خاموش میمونه. ما اسنادی که داریم پیش خود از محلاتی که پیش ما موجود است، هر روز ناظرین ما تعقیب میکنه که این محلات باید پیگیری شوه و رأی پاک جدا شوه، شناسایی شوه. کمیسیون انتخابات مطابق طرز عمل خود شروع کردن به بازشماری، تفتیش و بررسی. بازشماری را صحبت خواهیم کرد. 8255 اینمی آرا در صورتی که کمیسیون انتخابات تایید بکنه که شخص رأی داده و واجد شرایط بوده، یعنی با کیار کودم وجود داشته، اطلاعات بایومتریکی، اطلاعات بایومتریکی در اسناد موجود هست. در اسناد چطور اطلاعات بایومتریک وجود داشته باشه؟ از بایومتریک یک کاغذ پرینت میشه، کیار کود میگه، او در اسنادهای برگه رایدهی پشتش نصب میشه و نامش در فهرست رایدهندگان قبلا وجود داشته، شخصا هم با تذکرش آمده. شواهد اما عکس تذکرش نیست در دستگاه بایومتریک، اطلاعاتش وجود نداره، نشان انگشتش وجود نداره، بله عکس خود فرد وجود نداره، فقط کیار کد است. شما چطور میدانید که این کیار کد صحت هست؟ هم کیار کد موجود هست و هم نام همین شخص در فهرست رایدهندگان خب، وجود داره. خب بس اعتبار دادن به فهرست است. اگر ما قرار می بود به فهرست اعتبار می دادیم، چرا قرارداد شد با شرکت در ملوک؟ چرا اصل بایومتریک قرار دادیم؟ ببینید شما به گونه بحث را پیش میبرین که نمیخواین قناعت بکنید. ببین شما قناعت بتن اگر شما بله بفرمایید. ما رای دادیم، ما شهروند رای دادیم، تذکره داشتیم، تذکره مستقر داشت، خطرات را قبول کردیم، رفتیم، عکس هم از ما گرفت، شست هم گرفت، بایومتریک هم شدم، رای هم دادم و انتخاب مورد نظر خود رای دادم، ما برگشتم. حالا میگم که چون بایومتریک را یک آقای زورمند با خود برده، رای شما را باطل میکنه. ای از نظر قانونی هم قانون اساسی میره اجازه نمیده. قانون اساسی حق داره که هر شهروند رای بده و حق و رایش استفاده شوه و رایش باطل نشه. بله ما قناعت نمیکنیم یا شما نمیتونید قناعت بدین. خب میگن یک فرد رفته، عکسش گرفته شده، عکس تذکرش گرفته شده، نشان انگشتش، در شرایطی که اطلاعات بایومتریک وجود نداره، شما هم نمیدونید این بحث را چطور میگین؟ 700 ما میدونیم که 700 بایومتریک از محل اکس یک بایومتریک از اینجا گم شده. خب یا گم شده یا دزدی شده و یا هر آرای اینجا وجود داره و آرای اینجا وجود داره. آرای وجود داره. کمیسیون انتخابات میرن تفتیش میکنن، بررسی میکنن، بازشماری میکنن. و اطلاعات بایومتریکی در اسناد در صورت که موجود بود، کمیسیون انتخابات، من میگم، من سخنگوی کمیسیون انتخابات نیستم، من فکر میکنم از نظر تیم دولتساز آرایی که اطلاعات بایومتریکی داره و بایومتریک توسط زورمند دزدیده شده، گرختانده شده، ای باید اعتبار داده شده. خب اطلاعات بایومتریک، آرایی که اطلاعات بایومتریک داره، ولی ما روی آرای گپ میزنیم که اطلاعات بایومتریک نداره. شما چرا فیصله کمیسیون انتخابات است؟ ببینید گوش کن، ببینیم که کمیسیون انتخابات ما خود میگیم که آرای پاک ما باید پیدا شه، آرای پاک دولت ساز نه، آرای پاک مردم افغانستان باید پیدا شه. این که کمیسیون انتخابات چی فیصله میکنه، به کدام اعتبار میته، به کدام اعتبار نه، کار کمیسیون انتخابات است. ما مداخله نمیکنیم در کمیسیون انتخابات. فردوسی صاحب، زما هله داده چې مسولانه خبرې وکي، تخنیکی خبرې وکي او په حقایق ولاړې خبرې وکي، اوایي پرزي خبرې مکو چې دا کده سی وشي، دسی وشي، دا کده سی وشي، دسی وشي. اجازه راکړه، اجازه بته ما غپای تنه شو. زکه تم چې پرزي خبرې مکو، دا ملي پروسه ده، صدمه ورکړي، نور هم صدمه ویني. د دې ټولې مسلې پروسی مسولیت تاسو په غاړه ده. که تاسو یو مليون تقلب نه وکړي، نن به دا روان ختم وي، د افغانستان خلک به د ابتدایي نتیجو شاهد وي او تقریبا د یو منتخب ولسمشر شاهدان به وي. په ډېر تعصب سره چې تاسو دا پروسه ورځ تر بلې له چالش سره مخ کوئ، د ستونزو سره مخ کوئ، ټول فرضیات وایي، خیالات وایي، زه درته وایم هر هغه رایه چې بایومتریکي اسناد توثیق ونه لري باطله ده. دا زه نه وایم، دا ته نه وایي، دا یاسر جان نه وایي، د ټاکنو قانون یې وایي. زه درته وایم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مکلف ده چې دا علي وساتي،
د ټاکنو ټول حساس مواد وساتي. کله چې حساس مواد د ټاکنو د خپلواک کمیسون د اختیار نه وځي، د کمیسون حکم دا دی، د قوانینو حکم دا دی چې دا باطل دي. مونږ حیران دي چې تاسو ولې په هغه باطل شي باندې تاکید کوي، اصرار کوي. زه هم راسي چې حقیقت د افغانستان خلکو ته وای، دا مهمه نه ده چې څوک یې ګټي څوک یې بایلي، مهمه دا ده چې د افغانستان خلک خپل سیاسي زعیم د خلکو په خپلو پاکو رایو باندې وویني په پارک کې، نه دا چې د دنیا متقلب دوباره بیا راشي او بیا د خلکو په اوږو باندې سپور شي او په هر ګور نه نوځي. دا ځل زما باور دار دی چې د 2014 کیسې ختمې دي، 2019 کال دی او ستاسې شعار دا دی چې حساب ورکوي، حساب یې غواړو. نن د افغانان حساب اخلي او د رای رای حساب نه اخلي. هر هغه شی چې په قانون کې نشته زموږ تاکید دا دی یاسر جان، د افغانستان خلکو ته وایم، هر هغه شی چې د طرزالعمل مخالف دی، د قانون مخالف دی، د لوایحو مخالف دی، په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دی. موږ وایو د افغانستان ټاکنیز قوانین مشخص دي، د رایې تعریف مشخص دی. وخت چې موږ وایو چې رایه، یعنی په صندوق کې هره پرته رایه کاغذ دی ته موږ رای نشو ویلی، رای تعریف لري او د تعریف یو عمده ټکی دا دی، د صحت یو عمده ټکی دا دی چې دا باید بایومتریکي صحت ولري. کله چې د صحت هغه اصلي ټکی چې بایومتریکي تایید دی هغه نشته، نو ته دې ته رایه څنګه ویلی شي؟ او د ټاکنو خپلواک کمیسون هم وایي چې زما 2433 محلونه ورک دي، چې ورک دي نو د ورکې نتایج ته څنګه په ما منې؟ تقریبا د 300 نه زیاتې رای ټول هم ورته برخلیک لري، ټول د قانون خلاف دي. که صحیح او دقیق د قوانینو پر اساس فلتر وشي، زه باوري یم چې دولت ساز به خپل مخ پاینه کې وګوري او د خلکو د فیصلې سره ومخ شي. آقای حکمت، شما حرفای آقای دانشیار هم شنیدین، گفتن که در طرز العمل واضح گفته که اگر اطلاعات بایومتریک نداشته باشه آرا باطل است، ما قبول داریم، ولی در طرز العمل اونا میگن نگفته که اگر دستگاه گم میشه، اگر کارت حافظه گم میشه، یعنی اطلاعات اول وجود داشته بعد گم شده، در اینجا چی باید بکنه؟ میگن میره نگفته. قانون انتخابات ماده 99 بند 11 و 19، سرقت و یا از بین بردن مواد حساس انتخاباتی و کتمان و یا عدم اطلاع دهی کارکنی کمیسیون از مشاهده تخلف در محل رای دهی جرایم انتخاباتی محسوب گردیده و قابل مجازات سنگین می باشد. مجازات سنگین معنی ده چې 15 کال قید، یعنی دا تر ټولو سنگین جرم. بله، آرای محلات چی میشه؟ باطل است. کله گفته شده بچی اساس باطل است. پردوسیس بچی اساس باطل است. بله، پردوسیس دو دلیل، قانون داری، طرز العمل داری، مقررات داری، پیدا که برای ما نشان بدی به اساس باطل است. شخص آمده رای داده، رای داده با میتریک توسط زورمند دزدیده شده، شما میگین باطل است مطابق کدام ماده؟ بگذارید که خیلی مسئول کنم. تا چی در زورمند خبره که لطفاً دیو افغان پتوگا هر حق زورمند ولو که از ما پلارنی که یو محل کې یو د بایومتریک ماشین ولې د افغانستان خلکو ته وخیوه، دا ولې پټه ده؟ خو ملي بحث دی. که ته داسې موارد پټې، معنا دا ته ملي خاینې. د افغانستان خلکو ته ووایه چې دا مداخله چا کړې ده، د زور مداخله چا کړې ده. موږ چې وایو تاسو خیالي او فرضي بحث کوئ، هغه اصلي تخنیکي بحث نه کوئ. دلیل هم همدا شی دی، محمد وایي او وایي خبرې کوي، ثبوت نه لري. وخایه د افغانستان خلکو ته ثبوت ورکړه چې دا چا کړې ده، دا مداخله احمد کړې ده، محمود کړې ده، په کوم ولایت کې کړې ده، په کوم محل کې کړې ده، د چا په نامه پې کړې ده. که موږ کړي چې موږ پوه شو، ولې زموږ شعار دا ده چې موږ د تقلب ضد یو، ولو که زموږ په ناپام شوي، دا ځل اجازه نه ورکوو. موږ وایو هر هغه مواد چې د ټاکنو قوانین وایي، مواد چې د ټاکنو د خپلواک د کمیسیون د اختیار نه ووتل باطل دي. امیر میخوان آقای فردوسی میخوان بفهمن به اساس کدام ماده قانون؟ کله داده ماده تویل چې د 99 ماده ده، د ټاکنو د خپلواک د قانون، کله چې مواد غلا شي، ورک شي، عاملین یا کارکوونکي دغه محل په سنگینه جزا محکومیږي او جزا یې 15 کاله حبس دی قانون تعریف کړي. کله چې عمل بد نه دی، کله چې عمل باطل نه دی، ته ولې عامل محکومیې په حبس باندې، په بند باندې؟ بنان موږ حکم کوو، قوانین حکم کوي چې کله مواد ورک شي، هغه مواد باطل دي، هیڅ قابل د اعتبار نه دي، د شمار نه دي. درست. اگر کوتاه چیز دارین در این زمینه اضافه بکنین. ما به جواب به تشریح آقای حکمت میگم که طرز العمل، قانون، مقررات در رابطه به اینکه دستگاه گم میشه، دستگاه تخریب میشه، دستگاه توسط یک زورمند دزدیده میشه، تمام اطلاعات رای دهندگان در این دستگاه ها برده میشه، اما در صندوق ها آرا موجود هست، اطلاعات بایومتریکی در اوراق در اسناد رای دهندگان موجود است. این همینجا قانون انتخابات، طرز العمل انتخابات، مقررات ساکت است. ساکت است. در این زمینه ساکت است. در این زمینه ما نظر ما است که میگذاریم به فیصله کمیسیون انتخابات که سرنوشت آرایی که
بایومتریکایشان دزدیده شده، مفقود شده، این مربوط تیم دولت ساز نیست. 700 آلی بایومتریکی شامل کل افغانستان میشه و آرای همه کاندها در اونجا است. ما از رای پاک مردم دفاع میکنیم. اون شهروندی که خطر قبول کرده آمده اینجا رای داده، رای زو باید پیدا شود توسط کمیسیون فیصله کمیسیون انتخابات، توسط قانون انتخابات، طرز العمل و لوایحشان. درست، ولی ایره شما داخل قبول دارین که به اساس طرز العمل کمیسیون انتخابات آرای که اطلاعات بایومتریک نداشته باشه باطل است. هم نظر ما از کمیسیون انتخابات آرای پاک میخوایم. اونا فیصله میکنن. بایومتریک تنها ماشین نیست، بایومتریک یک پروسه است. در بایومتریک 6 فرضیه وجود داره. در صورت که این 6 فرضیه در داخل بایومتریک باشه، ما میتونیم بگیم که شخص رای داده. 60 است، تذکریش اسکردار است، حاضر شدن در محل است و کیار کد هست و عکس خود فرد. عکس خود فرد است. این 6 مورد در صورت که در ماشین بایومتریک ثبت شده باشه، این میشه بایومتریک. تنها با عکس که نمیشه بایومتریک، اما کیار کدی که در اسناد موجوده، کیار کدی که در اسناد موجود است، نام شخص در فهرست رای دهندگان موجود است، این نشان میده که اطلاعات بایومتریکی در اسناد موجود است، شخص آمده رای داده و توسط اشخاص مغرض، اشخاصی که پروسه انتخابات را به چالش میکشانه، بایومتریک دزدیده شده. ما از کمیسیون انتخابات میخواهیم که رای نمی مردم رو برای ما پیدا بکنن، رای پاک شنه، رای پاکی که بایومتریک شده است. ما رای غیر بایومتریک رو ما هم نمیپذیریم. رایی که بایومتریک شده است اما مسئول کمیسیون انتخابات است. حالا را کی دزدیده، چرا تخریب شده و زورمند کی بوده، باید پیدا کنه، به مجازات برسونه و آرای مردم باید محفوظ نگه داشته شوه و مورد استفاده و قرار بگیره. ولی در شرایطی که شما دو بحث بسیار جالب مطرح میکنین، میگین در همو ورق اطلاعات بایومتریک وجود داره، در شرایطی که باز میگین که نه در ماشین وجود داره، همین دستگاه گم میشه، کارت حافظه گم میشه، اطلاعات یک فرد اگر او عکس است، عکس تذکره است، نشان انگشت هست، همون 6 مرحله که شما تشریح میکنین همش ثبت است در دستگاه، همون نیست، یعنی که اطلاعات نداریم. همین کمیسیون هم قادر نیست که معلوم کنه این رئیس تنها هست ماشین نیست، اونجا جورنال است، نتایج انتخابات است در ختم روز، ناظرین همه کاندیداها امضا میکنه که چه تعداد اینجا رای انداخته شده و ماشین موجود بوده، بر اساس بایومتریک چه مقدار رای اینجا استفاده شده، امضاهای ناظرین همه ناظرین است، تایما اونجا ذکر است، تعداد رای دهنده مشخص است و کیار کوتا با شما میگین کمی 2423 محل جورنال هم داره و حتما داره که نداشته باشه باطل است. درست، تا هنوز اطلاع دارین که داره نداره؟ ما نمیگیم که باطل شما بیر معتبر بشمارین، ما میگیم آرای معتبر با اینمی شرایط که مسئول انتخابات پیدا کنه. تشکر. آخه حکمت اگر جورنال داشته باشه و تمام جزئیات داو ذکر شده باشه چی میشه؟ داو لایحه تفتیش و بشماری ابطال رای انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 صفحه 5 بند 11، در صورتی که تمام آرای یک صندوق فاقد تصدیق بایومتریک باشد اوتومات باطل است، یعنی هیچ قابل این نیست که باید اوتور باشه یا اوتور باشه. اگر تصدیق داشته باشه چی میشه؟ اگر تصدیق داشته باشه این تصدیق گوره بایومتریک او ورق یو د بل متمم دی، که ورق ای بایومتریک نه باطل ده، که بایومتریک یو ورق نه باطل ده. کله چې دلته ورق شته موږ سپیږو چې دا صحیح ده، تر هغې چې موږ د بایومتریک سره د دې سر ورنکو، نو موږ وایو هر هغه رایه چې هغه د بایومتریک سره په تدافق کې نه وي یا د بایومتریک په ماشین کې د هغې معلومات نه وي، باطل رای ده. که دا زما رای ده، که دا د فردوسي صاحب رای ده. دوی ولې په یو باطل ټیکی باندې، ولی په یو باطل شی باندې دوی تاکید کوي؟ درست، آقای حکمت، این مسئله اختلافی است بین شما و تکت دولت ساز. کمیسیون حرفای خود داره، در پلوش بس 300 هزار رای هم مطرح است که هنوز سرنوشتش مشخص نیست. کمیسیون توضیحات که شما میگین لازم است را نداده. با کجا روان هستیم؟ حالا در 14 ولایت شماره از دستای انتخاباتی به شمول دست انتخاباتی شما مانع باز شماره آرا شدن، با کجا میریم؟ یو شزوایم چې موږ د بیاشمیرنی ممانعت نه دی کړی، تحریم کړیم، دا بایکاټ هم کړی، تر هغې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون موږ ته توضیحات را نکړي، موږ ته قناعت را نکړي په قوانینو په دلایلو. دا چې خلک بایکاټ کوي حق دی. ما د خبرو په پیل کې ویل چې 2014 نه دی، خلک بیدار دي، زموږ نه هم حساب غواړي، د دوی نه هم حساب غواړي. یعنی هیڅ افغان حاضر نه دی چې دا ځل د هغوی سرنوشت
په تور رای باندې وټاکل شي. هر افغان کوشش کوي، هڅه کوي چې د خپل رای نه دفاع وکړي او خپل سرنوشت د پاکو رای په اساس وټاکي. دا د افغانستان د خلکو کار دی. کمیسون بندي، دروازه بندي، یعنی رسمن د یو ټیکټ په توګه زده راډوم چې دا زموږ خلک دي. دا زموږ خلک نه دي، دا د افغانستان خلک دي او دا د هغوی حق دی چې د خپل رای پوښتنه وکړي. ولی از مردم نمیخواین که مانع نشن بگذارن کمیسیون؟ په هیڅ صورت نه. موږ په دې برخه کې خپلو پلویانو ته نه وایو چې دروازې بندې کړئ، نه ورته وایو چې دروازې پرانیزئ. دا د خلکو خپل تصمیم دی. ما وویل دا ځل خلک مصمم دي چې د خپلو رایو پوښتنه وکړي. دا د ټاکنو د خپلواک کمیسیون نه هم کوي، زموږ نه هم کوي، د دولت ساز نه هم کوي، د بل ټیم نه هم کوي. ولی رای حل ده چی میبینین آقای حکمت در شرایطی که شما تحریم کردین اولا روند بازشماری را، ولی ادامه داره، کمیسیون هم تاکید به ادامه روند بازشماری داره، چه شوه باید؟ زموږ تاکید په دې ده چې د ټاکنو قوانین دي څنګه چې ذکر شوي دي، څنګه چې په قانون کې راغلي، ټکی په ټکی، قدم په قدم عملي شي. هیڅ شاید په دغه پروسه کې د معاملې په شکل پټ د افغانستان د خلکو نه ترسره کیږي. هغه موارد چې قانون صراحت کوي چې باطل دي، باطل دي. هغه موارد چې قانون صراحت کوي چې قرنطین دي، قرنطین دي. موږ وایو چې تاسو خپل طرز عملونه ټاکنو خپلواک کمیسیون نه په ډېر درنښت هیله کوو چې تاسو خپل طرز عملونه، خپل قوانین عملي کوي. تاسو د بل چا اشارې ته مه ګورئ، تاسو د بل چا د فشار او د تاثیر لاندې مه راځئ. کله چې قوانین عملي شي، پروسه په خپله په طبیعي شکل مخکې ځي. زموږ د دې نه غیر بل هیڅ خواست نشته. بله، دا دغه د 300 د 300 رایو د بحث چې مطرح کیږي، قوانین په هغې برخه کې واضح دي. یعنی قوانین د هغې د بطلان حکم کړی. یو شی چې په جال، په تصویر، په دوکه، په پریب سیستم ته تللی، باید له سیستمه وایستل شي. یعنی موږ چې وایو تورې او سپینې سره جلا کوي، هغه بحثونه همدا دي چې د قوانینو په رڼا کې پاک رای د ناپاک رایو نه جدا کوي، او د افغانستان سیاسي زعامت هغه د خلکو د پاکو رایو، د خلکو د واقعي ارادې د تمثیل نتیجه ابتدایی در پایان همین روند بازشماری که ادامه داره و شما تحریم کردن اعلام شوه، مورد پذیرش شما نخواهد بود؟ یوازې دلته زموږ بحث نه دی. خوشحاله یم چې دا د ټاکنیزو ټکټونو ترمنځ د اجماع بحث دی. حکمتیار صاحب هم دا بحث مطرح کړی، نبیل صاحب هم دا کړی، د ټاکنو د کاندیدانو شورا هم دا بحث مطرح کړی. ولې په عمل کې د افغانستان خلکو وښوده په 14 ولایتونو کې تقریبا چې دوی د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دروازې وتړلې. یعنی دا په دې معنی ده چې دوی د دغه بهیر سره مخالف دي. هر هغه کړنه او هر هغه عمل چې د ټاکنو د قانون خلاف ترسره کیږي، موږ ته د منلو وړ نه ده. ولې دروازې چې بندې کړي د ټاکنو د کمیسیونونو، زه وایم چې دا زموږ خلکو نه دي، دا د افغانستان خلک دي او دوی حق لري چې د خپلې رایې پوښتنه وکړي. تشکر آقای فردوسی. در جنبندی از عملا روند بازشماری در 14 ولایت آغاز نشده به دلیل اینکه مردم ممانعت کردن، چه باید شوه بار شما؟ شما به عنوان یک رسانه بسیار مهم رصد کردین پروسه انتخابات را. متاسفانه تیکت های بودن که اصلا اراده برای ورود به انتخابات نداشتن. وقتی که ورود به انتخابات چاره ای نداشتن جزی که وارد انتخابات شوند، همش سناریو سازی بود، مانع ایجاد کردن برای در صد برگزاری انتخابات بودن. وقتی که انتخابات هم برگزار شدن، وقتی که انتخابات برگزار شد، هر روز اینا یک سناریوی را پیش کشیدن تا که انتخابات را به شکست مواجه بسازن و یا حداقل انتخابات را به دور دو ببرن. دلیلش بسیار واضح هست. تیکتا حالا ما روی راه حل صحبت میکنیم چون فرصت کم است. تیکتا رای نوردن، تیکتا رای نوردن، تیکتا رای نوردن. اینا تلاش دارن که پروسه رو ناکام بسازن. قانون انتخابات منع کرده از مداخله، از مداخله در امور انتخابات. قانون انتخابات، اگر قانون کمیسیون انتخابات اعضایش توسط همین تیکتا رئیس جمهور حق مسلم خود را بخشید به 18 نفر که بین مشترکان اعضا را انتخاب بکنیم، بله، اعضا را انتخاب کردن. ولی کمیسیون انتخابات، وقت کمیسیون مستقل انتخابات میگیم، اگر اینا باور دارن بگذارن که پروسه را خودشان پیش ببرن و اگر اعتراض دارن، شکایت دارن، مرجع و محکمه شکایت وجود داره که سم شکایت است. اگر اونجا هم رسیدگی نمیشه، باز محکمه ما داریم، محاکم داریم. اما متاسفانه دوستا اما به قول چی سراخ دعا را گم کردن. اینا کمیسیون انتخابات را طرف خود ساختن، اونا را مانع ایجاد میکنن سر کارشان. بقیده ما پروسه شماری شعرا شروع شده، به خوب وش پیش میره. 20 ولایت امروز به صورت عادی پروسه شماری شعرا جریان داشت. همین شب
بامیان و بغلان ختم شد پروسه با شماره شهرها. سپاس، فرصت تمام است. بکش به طور عادی ادامه پیدا میکنه. امیدوار هستیم. اینا اعلامیه صادر کردن که ما چی نکردیم؟ ما دروازه ها رو بسته نکردیم. آیا اگر شما دروازه های کمیسیون انتخابات ولایت‌ها شما بسته نکردین، اینا کیاست؟ اینا در مقابل قانون پاسخگو هستند. ما از حکومت میخوایم، ما از حکومت میخوایم که اجازه بدن دروازه های کمیسیون انتخاباتی را برای رونق دادن کمیسیون. سپاسگزار همه بینندگان برنامه. شب بخیر.